همراهان گرامی سلام، به پیام پادکست خوش آمدید. در این پادکست درباره سه موضوع صحبت میکنم. موضوع اول، مؤثریت یوتیوب در جامعه افغانستان. موضوع دوم، نظافت در بازار سنگ مشهر مرکز جاغوری. موضوع سوم، توجه مردم به خود مردم. امیدوارم دیگاه هم موجود توجه شما همراهان گرامی قرار گیرد و لطفاً پادکست را تا آخر بشنوید. همراهان گرامی و هموطنانم در افغانستان به خصوص جاغوری، از فعالیت‌های مؤثر و سازنده‌تان در یوتیوب قدردانی و همراهی کرده، نظراتم را گهگاهی در بخش کامنت کانال یوتیوبران شریک ساختم و همه ایشان از نظراتم استقبال کردند. در این پادکست چنانچه در شروع گفتم، میخواهم در سه مورد صحبت کنم. موضوع اول، بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، خیلی از جوانان که در تلویزیون ها و روزنامه ها کار میکردن بیکار شدن، رو به یوتیوب آوردن و یوتیوب همهشون رو با آغوش باز پذیرفتن و خیلی ها از این طریق صاحب کسب درآمد خوبی شده اند. فعالیت های آنان در این سکوی اجتماعی بسیار خوب درخشیده و ایجاد انگیزه و خلاقیت های خوبی را به نمایش گذاشته است. که تا حالا این سیکوی اجتماعی از بی‌بندوباری های لفظی یک عده مردم افغانستان تقریبا دور بوده است و تا هنوز مانند دموکراسی مورد سوء استفاده چندان قرار نگرفته است. دموکراسی در افغانستان بسیار به طور فجیعانه مورد سوء استفاده یک عده نسل جوان، سیاسیون و مذهبیون قرار گرفت و از هم پاشید و حالا سران حکومت دیکتاتوری طالبان عصر دموکراسی را در هر جا به روخ مردم میکشد و از رفتار خودشان به نیکی و از عصر دموکراسی به بدی و فاجعه انگیز یاد میکنند. منظورم این است که از سیکوی به نام یوتیوب خوب بهره برداری کرده و فعالیت در یوتیوب که خیلی از جوانان را به خود مصروف کرده زیر سوال نبرید و این منبع خوبی کاری و انگیزه دهنده را خراب نسازید. موضوع دوم، نظافت در بازار سنگ مشهر مرکز جاغوری است. نظافت از در زمان در این بازار بسیار بد بوده و تا هنوز در این مورد توجه صورت نگرفته است. یوتیوب از یک سو برای تعداد مؤثر بوده و برای آنها مصروفیت ایجاد کرده، از سوی دیگر خیلی ها را وابسته ساخته است. منظورم از وابسته ساخته است این می باشد که به کمک خیرین از طریق یوتیوب مردم وابسته شده اند. ویدیوی یک جوان در یوتیوب را دیدم، نام ویدیوی ایشان شهر ما خانه ماست بود، در مورد نظافت و تشناب در بازار سنگ مشهر صحبت میکرد. توجه مرا به خود جلب کرد. از یک دکاندار در مورد نظافت بازار سنگ مشهر میپرسد. دکاندار شکایت داشت و وضعیت نظافت در بازار سنگ مشهر را بد توصیف کرد و در آخر هم گفت خیرین اگر دستشان میرسد به ما کمک کنند که در بازار سنگ مشهر یک تشناب عصری بسازیم. این درخواست مرا خیلی ناراحت کرد و با خود گفتم با این حد مردم وابسته به کمک خیرین، حتی دکاندار از خیرین برای ساخت یک باب تشناب کمک میخواهد. و جای این که بگوید من حاضرم طبق توان در ساختن تشناب عصری سهم خود را داشته باشم، ولی او میگوید خیرین کمک کنید که ما تشناب در بازار بسازیم. وقتی یک دکاندار که فعالیت اقتصادی هم دارد به خود زحمت کمک کردن نمیدهد، چطور توقع کمک از خیرین دارد؟ و در ویدیوی دیگر دیدم که یکی از یوتیوبران فعال در جاغوری آن را شریک ساخته بود. ایشان از یک سرک ویدیو گذاشته بود و ای می گفت مردم اصلا به سرک و راهشان توجه ندارد. خیرین لطفا کمک کنید تا ما بتوانیم این سرک را بازسازی کنیم. این واقعا متأثر کننده است. تا این حد مردم وابسته به خیرین شده اند. موضوع سوم،
توجه مردم به خودشان یعنی به خود متکی شوند. تنها چشم و دهانشان به خیرین از خارج نباشند. ممکن است کمک های خیرین تا ابد ادامه نیابد. اگر وقت کمک خیرین نباشد، باید خود مردم بتوانند از عهده مشکلاتشان برآیند. در بعضی از کشورها ارسال پول به کسانی که خارج از آن کشور پول میفرستند محدودیت ایجاد شده است. مردم کم کم به خود متکی شدن را بیاموزند. این رفتار باید در میان مردم افغانستان به خصوص مردم جابوری تطبیق شود و فرهنگ خود اتکایی را در فعالیت های روزمره ایشان انعکاس و عملی نمایند. فعالیت یوتیوبران در افغانستان قابل ستایش است که آنها بیکار ننشسته از هر توانی که دارند به کار میگیرند، اما مردم عادی فرهنگ خود اتکایی را از دست دادند. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم.